برنامه کار کردن با اینترنت توی آیفون به صورت پیشفرض این برنامه سافاری هستش. شما میتونید اپرا یا فایرفوکس هم نصب بکنید، ولی پیشفرض سافاریه. وقتی شما سافاری رو باز بکنید یه صفحه خیلی آشنا میبینید که عین همون چیزی که شما تو کار کردن با اینترنت توی کامپیوتر دیدید. قسمت بالا آدرس شماست. شما اگه انگشتتون رو اینجا کلیک بکنید و نگه دارید میتونید این آدرس رو پاک بکنید، آدرس مد نظر خودتون رو بزنید، مثلا www.radanmac.com. قسمت دوم سرچ گوگل، اگه خواستی چیز رو سرچ بکنید، فرزن آیفون، حتی آیفون 5 الان که من دارم این ویدیو رو ریکورد میکنم، این ویدیو رو دارم ضبط میکنم، ببخشید نیومده، ولی خب حالا فکر میکنم تو آینده نزدیک بیاد. این قسمت آیکون کوچولی که شما دارید ریفرش و استاپ، اگه زمانی که داره لود میکنه شما یک بار دیگه بزنینش استاپ میکنه، یه بار دیگه ریفرشش میکنه. این دوتا آیکون بک و فوروارد شما، این آیکون بغلی چند تا کار انجام میده. یکی اد بوکمارکه که خب به بوکمارک هاتون اضافه میکنه، که فکر کنم خیلی چیز واضحیه و توضیح خاصی نیاز نداره. اد تو هوم اسکرین به صفحه اصلیتون اضافه میکنه. میل لینک تو دیس پیج هم که خود لینک این صفحه رو برای کسی که شما بخواین میل میکنه و ایمیلش میکنه. پرینت که عنوان آخر هست ممکنه مقدار مشکوک باشه. شما ممکنه بگید که این آیفون که به پرینتر وصل نیست چجوری میتونه پرینت بفرسته؟ از طریق یک کامپیوتری که به پرینتر وصله این کار رو انجام میده. یعنی باید یه سرویس وای فای مشترک شما داشته باشید، از روی این روی اون کامپیوتر بفرستید و از روی اونم که خب پرینت بگیرید. چون هیچ کنم اینا رو نمیخوام انجام بدم، کنسل رو میزنم. عنوان بعدی بوکمارک و هیستوری شماست. اگر خواستید بوکمارکتون دسترسی داشته باشید، بوکمارک منیوتون رو میزنید. اگر خواستید به هیستوریتون دسترسی داشته باشید، هیستوریتون رو میزنید. خیلی واضح و خیلی فکر میکنم نیاز به توضیح زیادی نداره. کارتون هم که تموم شد دان رو میزنید. اما این عنوان آخر چیه؟ اگر شما یه صفحه جدید خواستید اینجا باز بکنید چی؟ شما این آیکون رو میزنید، هر صفحه که باز داشته باشید اینجا نشونتون میده. مثلا فرض کنید حالا این صفحاتی که من باز کردم، اگه یه صفحه جدیدم خواستید باز بکنید این نیو پیج رو میزنید و حالا من اینجا میزنم فرض کنیم چی بزنیم، خدایا که خدا رو خوش بیاد، مثلا weather .com. و حالا شما این سفرم در کنار صفحه‌های دیگه‌ای که باش داشتید کار می‌کردید دارید و میتونید ازش استفاده بکنید و هر جوری که دوست داشتید این همون کارها رو با این هم میتونید انجام بدید.